حکومت تاجیکستان نقشه دارد که حجم حدود قرض دولتی را از 40% حاضره تا 60% از مجموع محصولات داخله بالا بردارد. در این خصوص سند بانک جهانی در قسم اقتصاد تاجیکستان گفته شده است. طبق معروضه در سال 2017 حجم قرض دولتی تاجیکستان از 35% تا 50% از مجموع محصولات داخله افزایش یافته است. یعنی حدود نهایی که حکومت 40% از مجموع محصولات داخله معین کرده بود گذشته است. کارهای معین را به انجام رسانده تنها در سال 2016 22 سازشنامه قرضی و گرانتی به مبلغ عامل اساسی که افزایش مذکور را تشکیل نموده است قرضها می باشند که گویا برای عملی گردانی یک چند لایحه های اقتصادی گرفته شده است. گرانتی خطاب مبلغ گذاری کرده می شود. تا آخری ماه ایونی سال 2017 چین همچون مبلغ گذاری اساسی تاجیکستان به حساب می رود و قسمی از نیم زیاد قرض دولتی تاجیکستان نسبت از 3/1 حصه دیگری قرض عمومی که بر دوش تشکیلات های مالیوی است بر عهده چین می باشد. جالب دقت آن است که قرض دولتی کشور روز تا روز افزایش می یابد، ولی همه قرض های مذکور نه برای حل معماهای مردم گرفته می شود، زیرا سطح زندگی کشور در حالت خطرناک قرار دارد. مثلا طبق معروضه بانک جهانی 14% اهالی در سطح قشاقی زندگی می کند. سطح قشاقی باشد 30% را تشکیل می دهد. یادرس میکنیم که انتقال مبلغ های مهاجران مهنتی همچون منبع اساسی درآمد اهالی تاجیکستان به حساب می رود. تنزل باشد در همه سکتورهای اقتصادی کشور دیده می شود.